به نام خدا. ما آذربایجانیا یک ضرب المثلی داریم که وقتی به ترکی میگیم خیلی دلنشینه، اما حالا نمیدونم ترجمهش بکنم به فارسی بگم تا چند اندازه اثر داشته باشه. ما میگیم که دوست اونه که وقتی یک پیش آمدی میشه بگه من اینو گفته بودم، اما دشمن همیشه میگه من میخواستم بگم. حالا اگر بنده اینجا مطالبی را عرض میکنم به عنوان دوست، به عنوان کسی که همسنگر بوده، در این مبارزه شرکت داشته، این مطالب را عرض میکنم. امروز با احساس مسئولیت در مقابل تاریخ مطلبی را که بالاخره باید کسی در این مجلس عنوان میکرد و عرض میرسانم. در این مجلس به قرآن مجید سوگند یاد کرده ایم که طبق آن چه وظیفه نمایندگی ایجاب میکند عمل کنیم. به انقلاب اسلامی علاقه دارم، رهبری امام را پذیرفتم، به روحانیت ارج میگذارم، آمادگی شهادت دارم و در هدف هیچ گونه اختلافی نیست، ولی در عمل نظراتی دارم که عرض میکنم. اگر اسلام امروز به این درجه از قدرت و نفوذ رسیده است که مردمی بی سلاح توانستند رژیم پلیسی و نظامی آنچنانی را سرنگون کنند، برای آن است که اسلام ازلی و ابدی و متحرک است. آنها که در متن مبارزات بر علیه رژیم بودند می‌دانند وقتی مخالفت‌ها با رژیم گذشته آغاز شد، در همان زمانی که جنگ‌های چریکی سر گرفت و روشنفکران و دانشگاهیان درگیر مبارزه شدند، مردمان آگاه چشم به روحانیت دوخته بودند و می‌دانستند تنها عاملی که می‌تواند آن قدرت شیطانی را منکوب کند ایمان دینی و نفوذ روحانیت است. به همین جهت بود که همه گروه‌ها رهبری امام خمینی را پذیرفتند و امام با اتکا به نیروی معنوی اسلامی پیروزی ملت را تأمین نمود و همه جهان متوجه نیروی عظیم اسلام و قدرت ایمان مردم مسلمان ایران شدند و فصل جدیدی در مبارزات ملی مردمی باز شد. مردم ایران با اتکا به ایمان و معتقدات اسلامی خود یک پارچه رهبری امام را قبول کردند. امام خمینی برای احراز رهبری استناد به قانون اساسی نکرده است و هنوز هم نفوذ و قدرتی که امام دارد منبعث از قانون اساسی مدون نیست، بلکه سرچشمه نیروی رهبری امام اسلام است که به ذات دارای نیروست. این مطلب را به عنوان مقدمه عرض کردم تا برسم به مطلبی که در قانون اساسی جدید عنوان شده است و میگویند باید اسلام را مستحکم کرد. در کمال خضوع عرض میکنم آقایان، سعی کنید قانون اساسی را مبانی اسلام تحکیم کند. اسلام قدرتی که دارد و آیات آن را در انقلاب اخیر دیده ایم نیازی به قانون اساسی ندارد. اکثریت ملت ایران مسلمانند، با اتکا به اسلام قیام کردیم. از طریق همه پرسی ملت به جمهوری اسلامی رأی داده است. جمهوری اسلامی از دو کلمه اسلام و جمهوری تشکیل می شود که اسلام محتواست و جمهوری غالبان. ما اگر اصول دین اسلام را در قانون اساسی بیاوریم خدمتی نکردیم، چون اصول اسلام پشتوانه‌های مستحکم‌تری از قانون اساسی دارد و نباید کاری کنیم که نیروی اسلام را که اکنون در اوج است و امید در دلها به وجود آورده است به صورت قوانینی که ممکن است هر روز تغییر کند درآوریم. به این جهت است که بنده معتقدم اسلام را با پشتوانه 1400 سالش که هنوز چنین جوان است در مافوق قانون قرار دهیم. آقایان و خانم محترم، اطلاع دارند که قانون اساسی چند ماه است در جامعه مطرح است. افراد و گروه های بسیاری در کمال آزادی درباره آن اظهار نظر کردند. قانون تنظیمی بر اساس مبانی اسلامی و جمهوری بوده است. درباره اسلامی بودن آن توضیح بیشتر عرض نمی کنم، چون بر حاضرین نکته ای از آن پوشیده نیست، ولی جمهوریت با قید اسلامیان یعنی حکومت مردم. اصل 3 پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی می نویسد آراء عمومی مبنای حکومت است و در طبق دستور قرآن که وشاورهم فی الامر و همرهم شورا بینهم، امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیب ناشی از آن مشخص می شود حل و فصل گردد.
قانون اساسی پیشنهادی توسط عده‌ای از افراد از اسلام شناس و مورد اعتماد تهیه شده و تا آنجا که بنده اطلاع دارم این قانون به تصویب شورای انقلاب و مراجع تقلید و رهبر انقلاب رسیده است. رادیو تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی مردم را با آن آشنا کردند و با توضیحاتی که به مردم داده ایم مردم ما را انتخاب کردند. بررسی نهایی قانون اساسی به ما واگذار شده و 6 هفته وقت تعیین کردیم که این قانون را اصلاح و تصویب کنیم. حالا به جای اصل 3 با اصل 5 جدید روبرو هستیم که من داخل ماهیت آن نمی‌شوم. به هر حال اصل 3 قانون پیشنهادی با اصل 5 اخیر معارض هستند. اوضاع نسبت به چند ماه پیش تغییر کرده است. شرایط استثنایی در مملکت وجود دارد. مطبوعات در شرایط خاص و استثنایی قرار دارند. گروه های سیاسی که در مبارزه شرکت داشتند درگیر پاره مسائل هستند که طرحان در اینجا ضرورتی ندارد. در چنین شرایطی تغییر یک باره اصل 3 که در هر حال ملت از آن آگاه و بر آن تایید داشته است به صورت فعلی در مجلس خبرگان در شأن مجلس نیست. البته اگر ما به عنوان نمایندگان مجلس مؤسسان تعیین شده بودیم و وقت و فرصت داشتیم که مثلا 1 سال بنشینیم و با جمع آوری و کسب نظر عمومی طرح جدیدی تهیه کنیم آن مطلبی دیگر بود و هنوز هم دیر نشده است. باید این مطلب را صریحا به ملت اعلام کنیم و تشکیل جلسات خصوصی هم ضرورت ندارد. در جلسات عمومی بحث کنیم و ببینیم آیا ولایت فقیه که از نظر اصل مورد قبول است چطور باید تنظیم شود. وقتی میگوییم در اصل منظور این است که اسلام باید حاکم باشد، ولی نباید اسلام را یک طبقه خاص در انحصار خود بگیرد. اون وقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرت طلبان و این تصور حاصل شود که مبارزه ای را همه ملت شروع کرده است، اما پس از پیروزی عده‌ای میخواهند همرزمان خود را کنار بگذارند. بعضی از آقایان میگویند رهبر انتخابی باشد. اگر انتخابی باشد میشود رئیس جمهور. با شرایطی که برای رئیس جمهور تصویب می‌کنیم، ریاست جمهوری در انحصار طبقه خاص نیست. یک روحانی هم مثل یک سیاستمدار مسلمان می‌تواند ریاست جمهوری را احراز کند. ما اگر بخواهیم با استفاده از نیروی اسلام حکومت را در اختیار یک طبقه خاص قرار دهیم، قابل قبول برای جامعه نخواهد بود. مردم ایران رشید هستند. مردم ایران نشان دادند که ایمان اسلامی محکم دارند و اگر می‌گوییم اسلام ازلی و ابدی است، برای همین است که بدون قدرت مادی و حکومتی میتواند چنین قدرت معنوی داشته باشد. نیرو و قدرت اسلام در ذات اوست و قوانین به او نیرو نمیدهند. نکته دیگر این که اگر ما اصل مبنای حکومت را که آراء عمومی است به حکومت فقیه تبدیل کنیم، در سایر اصول اثر میگذارد و اون وقت باید کلیه اصول بر اساس این اختلاف اصولی تغییر پیدا کند که اون وقت این مجلس دیگر مجلس خبرگان نخواهد بود، بلکه مجلس مؤسسان میشود و شاید اگر بخواهیم مانند گذشته مردم را با آن آشنا کنیم به مدت طولانی نیاز خواهیم داشت. اجازه بدهید سخن خود را با چند جمله از آخرین خطبه مجاهد بزرگ آیت الله طالقانی پایان دهم. هدف پیامبر آزاد کردن مردم بود، آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده. این رسالت پیامبر شما بود. ما هم باید دنبال همین رسالت باشیم. این شهدای ما هم دنبال همین رسالت بودند. در مقابل فرهنگ تحمیلی، در برابر اقتصاد تحمیلی، در برابر قوانین تحمیلی، در برابر محدودیت‌های پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل می‌شد که از همه خطرناک‌تر بود، این خطرناک‌ترین تحمیلات است. یعنی آنچه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، آنها را به اسم خدا به دست و به پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی باز دارند و حق اعتراض و انتقاد به کسی ندهند، حق فعالیت آزاد به مردم مسلمان ها و مردم آزاد دنیا ندهند. دعوت اسلام دعوت به رحمت و آزادی است. همونطور که جلوی توپ و تانک رفتید، این مسئولیت ها را دارید شما. این به عهده شماست. شاید بعضی از دوستان ما بگویند آقا شما چرا این مسائل را در میان توده مردم مطرح می کنید؟ بیایید در جمع در مجلس خبرگان. و من واقعا متاسفم که من باید این مطالب را عرض کنم و حضرت آیت الله رحلت کردند و خودشون اون فرصت رو پیدا نکردند که این مطلب از بیان خودشون با اون نفوذ کلامشون شنیده بشه. در مجلس خبرگان میگویم بین موکلین شما من مطرح میکنم. اینها هستند ما را وکیل کردند. میدانند برای چه وکیل کردند. ما موظف و مسئولیت نسبت به اینها داریم.
باید دردها، اندیشه‌ها، بدبختی‌ها، ناراحتی‌ها، غم‌ماندگی‌های این مردم را جبران کنیم با قوانین نجات بخش و حیات بخش اسلامی. امیدواریم که همه ما هوشیار شویم، فرد فرد مسئولیت قبول کنیم و این مسائل عظیم اسلامی را کنار بگذاریم. گروه گرایی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده و یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم و بیاییم با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده ها، با محروم ها همصدا شویم. خوب، آقای مراقعی به عنوان مخالف صحبت کردن، یک نفر به عنوان موافق صحبت کنه. هم میتونید دفاع بکنید و هم مسائل رو صحبت کنید. بنده پیشنهاد تحقیق دستم خدمت شما. بنده پیشنهاد کنم به عنوان موافق جناب آقای هاشمی. چشم، اجازه بدید. بسیار خوب، چون من مسئولیت گروهمون را هم بر عهده دارم، با پذیرش نظر دوستان عزیز این مسئولیت رو هم ایفا می کنم. منتها اجازه می خواهم که پاشم بیام اونجا. بفرمایید که دیگه ضرورتی برای بیان بعدی نباشه. انشاءالله. جزو بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه صحبت آقای مراقعی نشون دهنده ضرورت یک کار حیاتی بود که هماره این ضرورت رو احساس می کرده ایم، و اون این که وقتی صحبتی از برخی از مسائل به میون میاد، هنوز اون آمادگی لازم و کافی را نداریم که حرف یکدیگر رو راحت درک کنیم، یکدیگر رو راحت بیابیم، بفهمیم. و چون اینطوره، وظیفه ماست که بکوشیم مطالبمون رو آرام، آسان و در جوی که هیچ گونه احساس و هیجان پیش داوری آور به وجود نیاره با یکدیگر مطرح کنیم. من هم میکوشم به خصوص در این سخنم این جهت رو تا پایان انشاءالله رعایت کنم، تا آقای مراقعی و همه کسان دیگری که چون ایشون میاندیشن با آرامش و واقعا بدون پیش داوری به این عرایض با دقت گوش کنن، شاید مشکل ما همینجا حل بشه. آقای مراقعی، صحیح میگید اسلام نیازی به این که قانون اساسی پشتوانه اون باشد ندارد. این مطلبتون مورد قبول. اما اون چه ما کردیم این نبود و اون چه ما میکنیم این نیست. اون چه ما میکنیم این است که قانون اساسی یک ملت و یک جامعه مسلمان و یک انقلاب اسلامی
قانون اساسی چنین جامعه و چنین انقلابی بدون نیاز دارد که متکی به معارف اسلامی باشد. این که دیگه نمیتوان دربارش تردید کرد. میشه؟ ما اگر از اول تا اینجا کوشیده ایم مبانی اسلام را تو قانون اساسی بیاریم، به خاطر نیاز اون طرف نیست، به خاطر نیاز این طرفه. آیا هیچ وجدان سالمی میتونه این رو نفی کنه یا حتی درش تردید کنه؟ نکته دیگه، گفتید که اگر ما اینجا یک اصلی رو که نبوده بیاریم یا یک اصلی رو تغییر بدیم دیگه مجلس خبرگان نیست. شاید مطلب عکس باشه. اگر تجمع این همه خبرگان چیزی لازم رو بر محتوای قانون اساسی نیفزاید یا اصلاح نکند، اون وقت مجلس خبرگان نیست. چون قانون اساسی قبلی درسته که از دید خبرهایی گذشته است، ولی به شما بگم بیش از هر کس من در جریان اون هستم و امثال من که از چه مراحلی گذشته. هیچگاه در یک چنین مجمعی و با یک چنین تمرکزی و یک چنین فرصتی و چنین دقتی فرصت نبود مورد بررسی نهایی قرار بگیره. زحمات کشیده شده در خور تقدیر فراوان که در مصاحبه‌های قبلی از او تقدیر هم شد، اعلام هم شد. اما اگر این بدون معنا بود که کاری که شده تمامه، دیگه تشکیل این مجلس برای چی بود؟ تشریفات بود؟ فرق این مجلس با مجلس مؤسسان فرقی نداره. ما بلکه خودم اینو اعلام کردم در همون روزی که این مطلب قرار بود بشه در یک سخن تلویزیونی، که آقا این همون مجلس مؤسسانه، منتاش میبینید که وقتی مجلس الان با 70 و چند نفر تشکیل میشه بحث ها اینقدر طول میکشه، اگر 300 و 600 بود چه میشد؟ همون چیز که با پیش بینی میکردیم. مؤسسان هم فرق نمیکنه 70 تا باشن یا 700 تا باشن، نمایندگان منتخب مردم هم. حرف ما این بود، منتها گفتیم که برای اینکه سنت این است که نمایندگان مجلس مؤسسان یا دو برابر نمایندگان مجلس شورا یا حداقل به اندازه اونا باشن و ما میبینیم که چنین شرایطی نداریم، ما به دنباله کار این مجلس نتیجه رو به آرای عمومی هم میگذاریم و اون روز عرض کردم شش میخش میخواییم. و ما نقش این مجلس رو عوض نمی کنه این حرفا. این مجلس برای همینه که بیان بنشینن تبادل نظر کنن. شما خودتون ناظر هستید که چگونه در جلسات بحث ها اوج می گیره. این نشانه این است که مطالب گفته میشه و باید گفته بشه. نه، سنت در مجلس مؤسسان در دنیا را عرض کردم که سنت معمول نه خیر، عرض کردم مساوی یا دوم اعداد معینی در هیچ کجای دنیا نه بندم عرض کردم نداره، عرض کردم معمولا اینطور بوده. و اما برویم سراغ مطلب اصلی. مطلب اصلی این است که آیا اصل پنجم هیچ کلمه یا جمله ایش با اون عوارضی که آقای مراغی
و بسیاری از افراد دیگر برای اون میشمرند ارتباط داره؟ آیا اصل پنجم میخواد بیاد نقش آرای عمومی رو انکار کنه؟ آیا اصل پنجم میخواد بیاد آزادی ها رو از بین ببره؟ آیا اصل پنجم میخواد بیاد حکومت رو در اختیار قشر معین و طبقه معین قرار بده؟ مثلا میخواد بیاد بگه از این به بعد رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا و اینها همه باید روحانی و مؤمن باشن؟ هرگز. من میخونم یک بار دیگه این اصل رو، ببینیم کدام جمله این اصل است که چنین معنی میده. چشم، بنا دارم آقا، در عرایزم میرسم به اونجا، تنظیم کردم بحثم رو، میرسم به اونجا. من خواهش میکنم آقای مراغعی که به عنوان مخالف صحبت کردن واقعا توجه کنن به این توضیحات، و اونقدر به این توضیحات مطمئنم که امیدوارم خود ایشون در همین جلسه پاشن بیان اینجا بگن اون چه بوده سوء تفاهمی بیشتر نبوده. ببینید آقا، ما گفتیم اون چیزی که پیشنهاد کردیم اینه که در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت، یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری، بر عهده فقیه. فقیه یعنی چه؟ یعنی اسلام شناس مطلع ورزیده متخصص. اصلا فقیه یک واژه عربی است، یعنی دانا و شناسنده، که در این معنای خاصی که ماها به کار بریم یعنی دانای اسلام، اسلام دون. البته در اصطلاح اخص به کار میره به کسی که در دانستن علم احکام دین و استخراج اون از مبانی و ادلش در حد تخصص و اجتهاد و صاحب نظری باشه. کسی که بتواند احکام و قوانین و تعالیم اسلام را از کتاب و سنت به صورت یک صاحب نظر بفهمد، این میشه فقیه. بر عهده فقیه عادل، فقیهی که اعمالش، اخلاقش، رفتارش در همه شؤون با عدل اسلامی، که عبارت است از عمل به همه فرائض و واجبات و پرهیز و اجتناب و دوری از همه محرمات، هماهنگ باشه، نشون دهنده یک چنین اعتدال در رفتار او باشه. با تقوا، خدا ترس، کسی که یاد خدا همیشه در دلش زنده باشه و او را از کمترین تخلفی از راه خدا نگران کنه، همیشه بیدار، آگاه به زمان، بفهمه در چه زمانی زندگی میکنه و بدون نیازهای خودش و جامعهش و اسلامش و امت اسلامیش در این زمان چیست. شجاع، این دیگه شجاع در حقیقت توی اون با تقوا و با ایمان مستتره، ولی ما این رو در آوردیم تصریح بش کردیم که کاملتر بیان شده باشه. شجاع و نترس باشه، مدیر، اهل اداره کردن باشه، چون فرض اینه میخواد رهبر باشه، و مدبر یعنی دورنگر، تدبیر داشته باشه، دورنگری داشته باشه، آینده نگری داشته باشه. ما گفتیم مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه
یک چنین فردی است. تازه گفتیم این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن رو به دست میاره؟ گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشن. یعنی کسی نمیتونه تحت عنوان فقیه عادل با تقوای آگاه به زمانه شجاع مدیر مدبر خودش رو بر مردم تحمیل کنه. این مردم هستن که باید او را با این صفات و رهبری شناخته باشند و پذیرفته باشند. اگر در صورتی که یک فردی چنین اکثریتی رو نداشته باشه، 3 نفر 5 نفر از فقها هستن، هم ترازن تقریبا، همشون فقیهن، عادلن، با تقوان، آگاه به زمانن، شجاعن، مدیرن، مدبرن، ولی چنون برجستگی نسبت به هم ندارن که یکی از اینها رو به عنوان یک فرد مردم، اکثریت مردم به رهبری شناخته و پذیرفته باشن. شورایی مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، یعنی همین شرایطی که عرض شد، عهده‌دار این ولایت امر و امامت امت میشن و طرز تشکیل این شورا و تعیین افراد اون را قانون معین میکنه. این من توضیحی بود که صرفاً درباره خود اصل دادم. حالا یک توضیحی هم میخوام درباره مبنای این اصل بدم. بس این اصل چرا اومده؟ چرا ما در قانون اساسی پیشنهاد کردیم که مرکزیت ثقل رهبری و اداره امور امت باید یک چنین فرد یا گروهی باشه؟ برای اینکه ما میخواهیم نظام اجتماعی اسلامی در آینده داشته باشیم. برادر و خواهر، تو که انقلاب کردی، تو که فداکاری کردی، تو که فرزند و شوهر و برادر و خواهر و همسر را قربانی کردی، تو که زندان رفتی و زجر کشیدی، تو که تبعید شدی، تو که در تنگنا به سر بردی، تو که از شر پلیس مزدور استبداد و استعمار حتی یک شب در خانت هم که بودی امنیت نداشتی و هر شب آماده بودی که فردا یا همون شب در خانه نباشی، از تو میپرسم و میپرسیم، مجلس خبرگان از تو میپرسد، همه این رنج ها و شکنج ها را تحمل کردی که چی به دست بیاری؟ تو خود گفتی، با فریاد گفتی، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. بعد که شکل این حکومت از طرف رهبری و جامعه و کسانی که تو به اونها اعتماد داشتی مشخص شد، جمهوری اسلامی، و شرایط هم مساعد شد که شکلش هم مشخص بشه، بازم فریاد برکشیدی، آزادی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. یعنی تو به استقلال و آزادی بسنده نکردی.